آمین که در این لحظه‌ام که وقت شنیدن کلام خداست، دعای قلب من اینه که نیکویی خداوند مداخله کنه و آنچه که شما میشنوین افکار شخصی من نباشه و هیچ مداخله‌ای نداشته باشه، بلکه روح خدا در نام قدوس عیسی مسیح خداوند در شما بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز به فراوانی رسوخ کنه. آمین. همینطور که داریم میبینیم در ایام آخر هستیم، در جهان نیکوی خدا در ساعتهای آخر هستیم و وقتی جهان رو میبینیم، جهان مذهبی خدا روز به روز داره به ظلمت و تاریکی گراییده میشه، ولی در این حال به خاطر کلام نیکوی خداوند، نور مکاشفه عیسی مسیح، شناخت او و کلام او، کلیسای مجیدش رو روز به روز منورتر میکنه. باور میکنین؟ دنیا داره رو به ظلمت و تاریکی میره، اما مکاشفه کلام خدا فرزندان بیدار و هوشیارش رو نور میتابونه. و باشه که در این لحظه حقیقتاً بشنویم آنچه که خدا به ما میگه و درک کنیم این پیام هایی که در این زمان ها به سمع ما میرسه، این پیام هایی که انگیزش دهنده است، این پیام هایی که هشدار دهنده است، چون به زودی پادشاه پادشاهان، رب الارباب برای داوری کلیسا و داوری دنیا باز خواهد گشت. آمین. ما در هفته سوم ادونت هستیم. موضوع این ایام حول و محور تولد عیسی مسیح و همینطور بازگشت ثانوی اون میچرخه و یادآوری این دو مقوله بسیار حیاتی عزیزان به ما میتونه انگیزه بده، به ما میتونه محرک بده که خودمونو به روح القدس بسپاریم تا کار آماده سازی کلیسا رو به کمال برسونه. هرچند میدونم که ما در دنیای سقوط کرده هستیم، هر چقدر که میخوایم متمرکز بازگشت خداوندمون عیسی بشیم، ولی چقدر شرایط سخت تو همین زمانها به کلیسای خداوند، به تک تک شماها هجوم میاره، مثل شرایط مالی و شکستگی های مالی، بحران هایی که در زندگی زن و شوهر پیش میاد، در رابطه پیش میاد و سخت‌ترین اونا شاید مشکلاتی که با بچه ها، به خصوص بیماری هایی که شاید والدین با فرزندانشون سر کار دارن. من فکر میکنم سخت‌ترین تجربه است که شاید چند سالیه من خودم دارم اونو تجربه میکنم، در این مسیر میرم و همینطور در این یکی دو ماه چقدر اشکای دردمند دیدم، چقدر درد دلها شنیدم عزیزان، که واقعا هیچ پاسخی براش نداشتم. خیلی موقعها مسائلی که در زندگی ما میاد غیر قابل درکه. تنها کاری که میتونیم بکنیم و خود من تلاش کردم بکنم که بسپاریم به خداوند. بارهای موقع اینقدر سنگینه که حتی نمیتونی بلند کنی بندازی رو شونه های ستبر عیسی، ولی روح القدس کمک میکنه که چیزایی که در کنترل ما نیست حقیقتا بسپاریم. ولی ایمان دارم، مطمئن هستم در این همه چراهای بی جواب، اینو ایمان دارم و مطمئن هستم یک روزی در آسمان وقتی که همه چیز دیگه محو نیست، مثل الان غیر قابل درک نیست، در نور جلال او میبینیم همه چیزو، فقط همه با هم به طور عمومی عزیزان، به طور مشترک یک چیز رو خواهیم گفت: آهان، فهمیدم، حالا فهمیدم، حالا فهمیدم چرا در وادی های سایه موت عبور کردم، چرا اون اشکا رو ریختم. عزیزان این تجربه برای همه ما مشترک خواهد بود. برای همین عیسی مسیح خداوند در یوحنا باب 16 آیه 33 میگه در جهان زحمت برای شما بسیار خواهد بود، اما خاطر جمع باشین که من بر جهان غلبه کردم. هللویا، هللویا عزیزان. و این میتونه واقعا یه محرک خیلی قوی به ما بده که یک تصمیم حکیمانه بگیریم با هم دیگه به عنوان کلیسا که بر یک چیز
تمرکز کنیم. یک چیز عزیزان، ما نیاز داریم در پنجره افکارمونو به روی اون چیزهایی که غیر قابل درکه، چیزهای منفی که دائما مخابره میشه در اذهان ما، ببندیم و قاطعانه و آمدانه تصمیم بگیریم روی یک چیز تمرکز کنیم. نصیحت پرمهر عیسی مسیح خداوندمون رو هرگز یادمون نره که در لوقا باب 10 وقتی که مرتا در اندیشه ها و تقله های بسیار بود، گفت ای مرتا تو را یک چیز لازم است، یک چیز که نزد قدم های من بشینی و کلام من رو گوش بدی، از من تعلیم بیابی. آمین. آماده هستین عزیزان؟ همینطور داوود هم در زمانهای خیلی سختی میگذشت، دورانی از زندگیش، کلام خدا میگه خصمان جان او، دشمنان جان او. یه موقع دشمنان درونی داریم، بیرونی داریم، دنیای تاریکی داریم، میگه مثل یک لشکر عظیم شده بود. ولی داوود در مزمور 27 آیه 4 میگه یک چیز میکنم، یک چیز از خداوند میطلبم و آن را خواهم طلبید تا آخر عمرم، که در خانه او ساکن بشم، در هیکل او تفکر کنم، حضور او رو بطلبم. عزیزان، تنها یک چیز میخوام، در پی یک چیز میدوم. نمیدونم الان با چه حصارهای فکری احاطه شدین، با چه ترسایی احاطه شدین. امروز میتونین قاطعانه تصمیم بگیرین روی یک چیز تمرکز کنین عزیزان. آمین. میخوایم با هم دیگه؟ این یک تصمیمه. و خیلی موقع ها از یه مورد دیگه که انقدر قویه، واقعا به ما هجوم میاره و یه جوری انگار نهادینه شده در ما، و خیلی میتونه، خیلی قوی میتونه تمرکز ما رو از این پیام های هشدار دهنده دور کنه، از این پیام هایی که انگیزه میتونه برای ما بده، برای حیات و شادی و انتظار برای بازگشت خداوند ما عیسی مسیح. گذشته های ماست، خاطرات شفا نیافته ماست. یه موقع هایی مثل یه موج های کوچیکی هستیم که میخوایم خودمون رو به ساحل امن برسونیم، به اون بندر برسونیم که براش دعوت شدیم، اتحاد با مسیح. همینجور که داریم جلو میریم، یک تندباد خاطرات گذشته و شفا نیافته به ما برخورد میکنه و دوباره بر میگردیم، میریم تو اون موجهای پرتلاطم چیزهای منفی. نیست؟ هممون تجربه کردیم کم و بیش، و در اینجا هم کلام خدا به ما قوت قلب میده عزیزان. پولس یکی از این افراد بود. چقدر گذشته منفوری داشت، چقدر چیزها میتونست رو به عقب بکشه، دستای خون استیفان آغشته بود. تازه وقتی هم با اون ملاقات حیرت انگیز ایمان آورد، چه مصائبی رو تحمل کرد، چه تهمتهایی رو، چه انتقادهای آزاردهندهی رو از سوی برادران کذبه. ولی پولس کسی نبود که دستشو به شخ دراز کنه و به عقب سرش نگاه کنه. برای همین در کتاب فیلیپیان باب 3 آیه 13 میگه یک چیز میکنم، آنچه که در عقب فراموش کنم، به سوی آنچه که جلوس خودمو میکشم. عزیزا، خودمو میکشم. اینگاه یک چیزایی که از پشت همجور ما رو به عقب میکشه، فقط تو به جلو خودتو میکشی. یه تقابله از این، یک نبرده. اون جایزه رو میدید، اون انعام بلند خدا رو میدید، اون مثل سرور عیسی گاهی خودشو میکشید، گاهی راه میرفت، گاهی مثل اول قرنتیان باب 11 میگه میدوم، نه مثل کسی که با شک میدوه، با تمرکز، با هدف میدوم، جلو رو نگاه میکنم. او مثل سرور عیسی خودشو میکشید به جلو. عزیزان، خلوص و
و بزرگی یک مسیحی رو میشه با چیزی که او رو متوقف کرد سنجید. خوشحال نیستی که عیسی روی صلیب متوقف نشد؟ خوشحال نیستی که عیسی پا پس نکشید در حالی که تمام سلول‌های وجودش دارد فریاد میزد که پا پس بکشه، متوقف بشه، اما هرگز این کارو نکرد. میخوام عزیزان با تمام این مقدمه چینی ها تشویقتون کنم که روی یک چیز متمرکز بشین. چرا؟ چون تمرکز شفافیت ایجاد میکنه، تمرکز نور ایجاد میکنه در ذهنهای ما. تمرکز وقتی نور ایجاد میکنه، این نور مثل یک لیزر قوی میشه که میتونه اون بارهای گران که سخت ما رو به هم میپیچه، اون گناهان، اون چیزهایی که ما رو به عقب میکشه، اونا رو منهدم کنه این نور و اجازه نده ما متوقف بشیم. وقتی که در این فراخوانی برای دعا و روزه عزیزان خودمون رو میسپاریم، اون وزنهای اضافی، اون چیزهایی که تمرکز ما رو مختل میکنه، ما رو از ما دور میکنه، ما رو به سمت جهانی نورانی به حرکت در میاره، ما رو به سوی بیداری و هوشیاری به حرکت در میاره. وقتی خواهش‌های جسم رو عزیزان در این زمان‌هایی که خودمونو با قوت روح القدس می‌سپاریم به دعا و روزه، این خواهش‌های جسم، این گره‌های یوغ نبخشیدن، تلخی، خاطرات شفا نیافته، وقتی تمام این یوغ‌ها شکسته میشه عزیزان، این اشعه نورانی روح القدس ما رو پرتاب میکنه، چون مانعی نمیبینه نیست، ما رو به سوی اهداف خدا، ما رو به سوی رویای خدا، ما رو به سوی تمرکز، به سوی بازگشت خدا متمرکز میکنه. آمین داره یا نه؟ سوال اینه که چقدر تشنه ای؟ چقدر تشنه این بیداری هستی؟ چقدر مستعد هستی که این بیداری رو دریافت کنی؟ چقدر مشتاقی عزیزان در این فراخوانی با همدیگه سهم خودمون رو انجام بدیم تا هیچ کس جا نمونه عزیزان، هیچ کس بازداشته نشه. و هشداری که کلام خدا خیلی جدی و سخت میخواد با ما برخورد کنه اینه که اشاره میکنه به وقت و زمان. مسئله زمانه عزیزان، مسئله وقته که کلام خدا به اون اشاره میکنه. برای هر چیزی روی آسمان وقت و زمانیست، زمان و وقت. یکی از اساسی ترین و حیاتی ترین چیزی که در این زمانها خدا داره به اون اشاره میکنه در افسوسیان باب 5 آیه 15 و 16 میگه پس با خبر باشید، پس بسیار مراقب باشید که چگونه رفتار میکنید، رفتاری نه چون نادانان بلکه چون دانایان، وقتها را دریابید، زیرا این روزها شریر است، زیرا این روزها روزهای بدیه، زیرا این روزها روزهای دشواریه و بدتر هم خواهد شد. انگار پولس از شرارت، بدی، دشواری که داره تو دنیا میاد رسوخ میکنه، میبینه در روح و تاکید شدیدش رو روی وقت میذاره. سه واژه خیلی پررنگ و حیاتی در این آیاست: نادانان، دانایان و وقت. میخوام با هم دیگه متی باب 15 آیه 1 تا 10 و 13 رو قرائت کنیم. مرسی. در آن روز پادشاهی آسمان همچون 10 باکره خواهد بود که چراغهای خود را برداشته به استقبال داماد بیرون رفتن. 5 تن از آنان دانا و 5 تن نادان بودند. باکره های نادان چراغهای خود را برداشتن، اما روغن با خود
نبردن، ولی دانایان با چراغ‌های خود ظرف‌های پر از روغن نیز بردند. چون آمدن داماد به درازا کشید، چشمان همه سنگین شد و به خواب رفتند. در نیمه های شب صدای بلندی به گوش رسید که می گفت داماد می آید، داماد می آید، به پیشواز او بروید. آنگاه همه باکره‌ها بیدار شدند و چراغ‌های خود را آماده کردند. نادانان به دانایان گفتند قدری از روغن به ما بدهید، چون چراغ‌های ما رو به خاموشی هست. اما دانایان پاسخ دادند نخواهیم داد، زیرا روغن برای همه ما کافی نخواهد بود. پس بروید و از فروشندگان تهیه کنید. عزیزان، دانایان در مثل عیسی مسیح کسایی نیستن که خدمات بیشتری انجام میدن، خدمات بهتری انجام میدن. از ذکاوت و هوش خیلی منحصر به فردی برخوردار هستن، بلکه کسانی هستن که در وقت مقرر، در وقت مقرر امین، بیدار و هوشیار هستند. پنج تن دیگه از اینها هم عزیزان عفیفه بودن، باکره بودن، نیست؟ آنها هم همراه دانایان با همدیگه داشتن میرفتن ملاقات عیسی مسیح، درسته؟ نادانان چراغاشون روشن بود، نادانان چراغاشون روغن داشت. اما عزیزان، اما حساب دیر کردن داماد را نداشتن، نکرده بودن. اونا متمرکزانه منتظر داماد نبودن. لوقا خیلی زیباتر به این اشاره میکنه، 12:33 فکر کنم. کمرهای خود را بسته، چراغهای خود را افروخته، و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را میکشند که چه وقت، مسئله بر سر وقته عزیزان، چه وقت از عروسی مراجعت کند. تا هر وقت، هر وقت، همه بگین هر وقت، آید در را بکوبد، بیدرنگ برای او باز کنند. خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد. و اگر در پاس دوم وقت، یا اگر در پاس سوم وقت از شب آید ایشان را چنین یابد، خوشا به حال آن خادمان، خوشا به حال آن غلامان. پس شما نیز مستعد باشید، بیدار باشید، زیرا در ساعتی وقت، زیرا در ساعتی که گمان نمیبرید، پسر انسان خواهد آمد. عزیزان، نادانان نجات رو داشتن. ما سخت معتقد هستیم که نجات از دست داده نمیشه. در چراغ‌هاشون روغن داشتن، حیات در اونا بود، روح القدس رو داشتن عزیزان. اما چیزی که نادانان رو از دانایان متمایز میکرد، اونها چراغ‌هاشون در وقت ضرورت داشت رو به خاموشی می‌رفت، روغن اضافه نداشتن. در وقت ضرورت باید می‌رفتن می‌خریدن که داماد آمد، باکره‌های آماده رو با خودش به ضیافت برد و در بسته شد. نادانان نمونه ایماندارهایی هستن که زندگی های بخور و نمیری دارن، روح القدس رو دارن، اما توهی هستن از پوری روح خدا. وقتی بحرانی میاد، وقتی مشکلاتی میان، باید برن بگردن یکم پوری دریافت کنن، قوت دریافت کنن، نیست؟ اونا در وقت ضرورت، در وقت حیاتی توهی و خالی هستن.
کلام خدا میگه هر روز، هر لحظه نزد تخت رحمت خدا بیاین. هر روز بیاین، هر لحظه، نه فقط وقتی که احتیاج دارین، هر روز، هر لحظه در اون رابطه تنگ و تنگ، در اون پوری فیض بیابین تا در وقت ضرورت شما را اعانت کند. بدبختی اینه که نادانان بالاخره روغن رو به دست آوردن، ولی عزیزان فرق هست زمین تا آسمون. هدفی که اونا براش روغن رو میخواستن از دست دادن. آیا کسی اینقدر باهوش هست، اینقدر زرنگ هست که بدونه من اینجا چی دارم میگم؟ تأکید عزیزان روی وقته ای کلیسای مجید و مبارک خداوند، وقت رو دریابید. شهادت هفته پیش پاستور رو شنیدی نیست؟ راجب زیپ لباس عروس یادتونه؟ من خودم قسمتی از داستان بودم عزیزان، ولی وقتی که هفته پیش شروع کرد به تعریف، دوباره یک ترس خدا در من ریخته شد، یک حساسیت تازه‌ای در قلب من ریخته شد. انگار یه تلنگری از طرف روح خدا بود. مسئله بر سر وقته عزیزان. در اون زمان من و پاستور تمام کارهای روحانی رو کرده بودیم، دعا، روزه. پاستور یه رویا و یه ویزیون عالی از خدا گرفته بود که عروسی ما باید سمبل رو بودن عروس باشه و ضیافت داماد، ضیافت بره خدا. برای همین اون روزها در دعا بودیم، مهمونا کارتاشون آماده، کارتای طلایی زیبا همه فرستاده شده بود. چقدر دنبال یک لباسی گشتیم که سمبل سادگی عروس خدا باشه. همه چی آماده بود عزیزان، ولی در لحظه آخر عزیزان مهمترین چیزو من با نادانی و جهل داشتم از دست میدادم. نیست؟ اگه هشدار آلبرت نبود که اون موقع میتونم، هفته پیش متوجه شدم سمبل روح القدسه که تلنگر میزنه. الان روح القدس داره با این پیام عزیزان به شماها تلنگر میزنه. زیپ لباس خراب و من خیلی خوشقیال تو خواب قفلت هستم، گفت بریم چک کنیم، مسئله بر سر وقته عزیزان. پنجشنبه جشن عقد ما بود تو اشتندسام، شنبه جشن عروسیمون تو همین کلیسا بود، فقط جمعه وقت بود. نزدیک بود اون همه اهداف الهی، موزیک های خاصی که پاستور انتخاب کرده بود، رقصنده زیبای ما که سمبل روح القدس بود، همه این چیزا داشت خط بطلان روش کشیده می شد، چون مهمترین چیز داشت از بین می رفت. وقتی که رفتیم لباس رو چک کنیم دیدیم واقعا فقط روح خدا بود که میتونست تو اون وقت امداد کنه، مثل الان که داره کلیسا رو تلنگر میزنه. عزیزان تاکید اصلی روی وقته. این قسمتی از فیلمه که پاستور تو لحظه آخر که من داشتم کلام آماده میکردم یه اشاره کردم، گفتم خوبه که این سمبولیک یکم به کلیسا دیده بشه که زنده تر بشه، که واقعا 3-4 ساعت فقط زحمت کشید تا اینا رو ادیت کنه که برای شما آماده کنه. که دارن همه چی رو آماده میکنن. جشن اینجا بود عزیزان. من قرار من رو از اون پله ها بیام و هیچ کس من رو مشایرت نکنه و پاستور به صورت سمبولیک داماد بیاد منو برداره. اینجا اولی که تو مکاشفه فرشته های خداست که داره همه چیز آماده میکنه. این الهه عزیزمه که سمبل روح خداست، که با اون رقص زیباش همینجا بود و اینجا ما از این پله ها داشتم پایین میامدم اومدم. یعنی
عزیزان امیدوارم که تمامی تمرکزتون رو پیام خدا باشه. تمام اینو به صورت سمبولیک بود. حتی خداوند ما در آخر مثل باکره ها به شاگردان حقیقی میگه عزیزان، به برگزیدگان، به برگزیدگان. خیلی ماها مطمئنیم که برگزیده ایم. به شاگردان حقیقی رو میکنه، میگه نه فقط شاگردان باشید، بلکه شاگردانی بیدار و هوشیار. آمین. تاکید در این زمانها بر سر این نیست که آیا قلب تو به مسیح دادی یا نه، آیا عطایای روحانی داری یا نه. مسئله بر سر رستگاری نهایی کلیسا عزیزان، مسئله بر سر اون روغن اضافه است که در وقت مناسب در چراغدانهای ما یافت بشه. مسئله بر سر اینه که هرچه که زمان به طول بکشه، انتظار ما طول بکشه عزیزان، نوری که در ماست تداوم داشته باشه. و این موضوع فقط و فقط به وسیله پوری روح خدا، پوری مستمر عزیزان میسره. برای همین پولس دوباره در افسوسیان میگه پس بیدار باشید، از روح پر باشید، زیرا آن روز و آن ساعت رو نمیدانیم که کی بر ما میاد. آمین. و ما تا خالی نشیم اگر کورهای نفسانی پوری روح رو تجربه نمی کنیم. مسئله بر سر پنتیکاست دیگه نیست، مسئله بر سر عطایای روحانی نیست، بلکه اون فعالیت روح القدس عزیزان در روحهای ماست که نور رو مشتعل و فروزان در زمانهای آخر نگه می داره. آمین. خداوند در این وقت و زمان مشتاق عزیزان که ظرفای آماده، خالی شده، معبدهای تقدیس شده به او تقدیم کنیم تا او اپوری خودش ما رو پر کنه. چرا عزیزان؟ چون این روزها روزهای شریره، چون این روزها روزهای بدیه، چون وقت رو باید دریابیم. آمین. وضعیت جامعه کلیسا، کلیسای جهانی از خیلی مایوس کننده است. دنیا داره در کلیسا نفوذ میکنه، رخنه میکنه، خیلی آروم. حتی کلیسا با سازش داره میکنه و از این مسائلی که در کلیسا رخنه میکنه. این کلیسای وضعیت جهانیه که روز به روز داره به وخامت میکشه و هر تلاشی که در داخل کلیسا بکنیم تو این چند وقت خیلی خوب این روز برامون روشن شده، بیهوده است عزیزان. تنها چیزی که مهمه در کلیسا انجام بدیم که ذریت مقدس، اون باکره های دانا، از آلوده شدن از دنیا حفظ بشن تا روح القدس بتونه به وسیله ذریت مقدس، باکره های دانا، نوبرها، شهادت نیکو در دنیای ظلمت باشه. آمین. و موضوع بر سر این نیست عزیزان که تو چقدر خودت قانع هستی. مسئله بر سر این نیست که من اصلا نمیخوام که نمیدونم قدیس باشم. مسئله بر سر اینه که خداوند ما رو در عیسی مسیح آفرید تا دست اون مقدس و بیعیب باشیم. میخوام بهتون بگم عزیزان، عیسی مسیح مصممه و عزمشو جذب کرده به بهای هر رنجی، به بهای هر پالایش غیر قابل تصوری کلیسای مجیدشو آماده کنه. او عزمشو جذب کرده. نمیدونم چقدر آماده هستی، فقط خودت میتونی دستای او رو پس بزنی. این هدف الهی خداونده و تو وقتی کنار بکشی این فروتنی نیست، بلکه کاهلی و بزدلیه. چقدر سی اس لوئیس زیبا میگه، میگه من گمان کردم که وقتی ایمان میارم از این کلبه خرابه خدا میخواد یه کلبه آراسته بسازه، یه دستی به سر گوشش بکشه، ولی اون مصممه که از این کلبه یک قصر بسازه عزیزان، چون خودش میخواد بیا در اون ساکن بشه. آمین. آمین.
مسئله سر وقته، مسئله زمان مطرحه. باکرهای دانا همان نوبرهایی هستند که در باب 14 آیه 4 یک بار دیگه خداوند داره اشاره میکنه. در مکاشفه باب 14 آیه 4، اینانن آنانی که با زنان آلوده نشدن. اشاره به هر دو جنسیت، یعنی عفیفه بودن، مقدس بودن، زیرا که باکره هستند و آنانن که بره را هر کجا که می رود متابعت می کنند و از میان مردم خریده شده اند تا نوبر برای خدا و بره باشند و در دهان ایشان عزیزان دروغ یافت نمی شود، حتی دروغ های مصلحت آمیز. این شرایط نوبر هاست. اما فرقش چیه نوبر با محصول؟ بازم وقتی نگاه میکنیم به این متن، عزیزان، مثل باکره های دانا و نادان از نظر جنسیتی هیچ فرقی با هم ندارن، تنها تفاوتشون در وقت رسیدن وقت. نوبرها زودتر میرسن، نوبرها عزیزان زودتر میرسن. بعضی میوه ها رو دیدین زودتر میرسن؟ ما ایرانی ها خوب یادمونه، نزدیک بهار من که هیچ وقت یادم نمیره، پدرم میرفت از این خیارهای قلمی و سبز میخرید، یکی یه دونه به ما میرسید ولی عطرش اتاق رو پر میکرد. مامانم که خیلی مقتصد بود میگفتش که آخه چرا صبر نمی کنی؟ یک دو هفته دیگه با این پولی که برای این خیارهای نوبر دادی یک کیسه میتونی خیار بخری. بعد پدرم میگفت آخه نوبرها، این خیار نوبر یه عطر دیگه ای داره، یه مزه دیگه ای داره. عزیزان بعدها همه خیارها، همه محصولها با هم جمع آوری میشن. اما عزیزان، همه بگیم اما، این یک اما خیلی مهمه که تفاوت از زمین تا آسمون ایجاد میکنه. اما اول نوبرها جمع آوری میشن، اول دانایان آماده وارد ضیافت بره و عروس خواهند شد. نوبرها از با دقت چیده میشن، نوبرها بالاترین قیمت رو دارن، نوبرها گاهی در بازار به 3 برابر بیشتر از قیمتی که وقتی محصول رو برداشت میکنیم فروخته میشن. همه میوه ها بالاخره خواهند رسید، ولی عزیزان، اما بره در جستجوی کیه؟ نوبر هاست. آمین که اشتیاق در قلبتون روشن بشه. عزیزان در این زمان ها اعتماد کنیم به کار روح القدس، مثل من که در اون لحظه داشتم همه چی رو از دست میدادم، فقط اون اشتیاق قلب رو میدید نیست؟ اشتیاق قلب شما رو ببینه به میان بیاد، چون بره در جستجوی باکره های بیدار و هوشیاره. بره نگاهش دنبال اون عروسانیه که زیپای لباسشون نصف کاره نمونده، لباسشون بی لکه و بی چون و چروکه، روغن بر سرشون کم نمیشه و لباسشون همیشه سفیده. عزیزان بره دنبال اون نوبر هاست، اون گندم های سرطلایی. دیدین که خودشون قایم نکردن از آفتاب سوزان، از تجربه ها مصائب، دنبال راهکارهایی برای امنیت نیستن، دنبال اوناست. اون گندم های سرطلایی که تمامی خرمن رو زیبا میکنه، اون خیارهایی که سبز معطر تمامی خرمن رو عطرآگین میکنه. بره چشمش دنبال نوبرهاست و آمی که در کلیسای ما همه قسمتی از نوبر داشته باشن برای عیسی مسیح. برای همین وقت رو دریابید عزیزان، زیرا روزهای بدیه و تمرکز ما رو تمامی این چیزها که در دنیاست، در درون ماست، در دنیای نادیده است میخواد برداره. و کلام خدا امروز شما رو تشویق میکنه عزیزان
که باور کنی خدا هرگز چیزی رو از شما نمیخواد که قبلش در شما انجام نداده باشه. این قدرت اجرایی، این روح القدس که در ماست عزیزان، مددکاری که در وقت تنگی یافت میشه، این خدای جمعی قوت ها، او در ماست. فقط شما باید یک کار بکنید که اراده خودتونو و خودتونو تسلیم او بکنید، خودتونو بسپارید به این خدا. و ایمان دارم عزیزان که امروز کلام خدا برای کسانی که شهامت باور کردن رو داشته باشن، این سیر و سلوک روحانی، حیاتی الهی به وسیله روح القدس، حیاتی وافرتر رو در همگی ما ایجاد میکنه. من ایمان دارم برای کسانی که شهامت باور کردن این پیام ها رو دارن، چشماشون باز میشه، روشن میشه، اون منابعی که خدا در وجودشون گوشه روح القدس، آگاه خواهند شد و در قفلت و خواب نخواهم ماند. آمین. ایمان دارم. چشمای خودمونو ببندیم. ای خداوند شکرت میکنم. با هم دیگه دعا میکنیم. ای روح قدوس الهی که امروز سخن گفتی، ایمان دارم خداوند با دانایان، با خداوند نوبرها، و کسانی که شاید خودشونو دانا نمیدونن، نوبر نمیدونن، ضعفای خودشونو میبینن، ای روح القدس فقط تو داری همون افراد رو هم نگاه میکنی، با یک اشتیاق خیلی زیاد داری عزیزان رو نگاه میکنی، به وسیله این کلام میخوای تلنگر بزنی، به وسیله این کلام میخوای هر پایی که داره متوقف میشه دوباره خرامان بشه، در پی تو بدوه. ای روح القدس ایمان دارم که تو اشتیاق داری که عروسان تو جمع کنی، این نوبرها رو از این محصول آخر زمان گلچین کنی و به داماد تقدیم کنی. خداوند دعوت میکنم در نام عیسی مسیح، روح القدس، ای روح قدوس الهی که بیداری میدی، که هوشیاری میدی، که اجازه نمیدی روغنهای چراغهای ما، چراغدانهای ظروف خاکی ما به خاموشی گراییده بشه. ای روح القدس قلبمونو در حضور تو خم میکنیم. ای مدد کننده، ای شفیع، ای تقویت کننده، ای مس کننده ای عروسانت، ای معلم، ای معلم قایی که تویی که تعلیم میدی، ای سر الهی، ای روح حیات که همین الان حرکت میکنی. خداوند تشنگی ایجاد میکنی، حیات ایجاد میکنی، چون تو مشتاقی، چون تو خدای جمیع رحمت ها هستی. ای خداوند روح القدس دعوت میکنیم با قلبهایی که پر از تشنگی، ای روحی که ما رو برای رستگاری نهایی مهر زدی، مس کردی، ای روح الهی که با این پیام داری عروساتو مرمت میکنی، ترمیم میکنی، احیا میکنی، بلند میکنی، متمرکز میکنی. قلبمون رو در حضور تو تکون میدیم، تو رو پرستش میکنیم. ای روح قدوس الهی که میخوای عروسان رو برای داماد آماده کنی، که داماد رو در این زمانهای آخر به وسیله عروسانی که چراغداناشون پوری روح القدس داره، خداوند و اقوانه میشن و در پیچ و خمهای این زندگی این موج ها گم نمیشن، که خواب قفلت اونا رو در بر نمیگیره. ای روح القدس که میخوای عروسان رو با داماد یک کنی، با این پادشاه پادشاهان دعا میکنم پدر جان، مخصوصا برای کسانی که شاید این پیام براشون قامزه، تو
تو مداخله کنی خداوند، تو عینکای بدبینی، مذهب، ناباوری رو از چشمای ما برداری، نور ببخشی، روشنایی ببخشی، تا خداوند با همدیگه خداوند تو رو ملاقات کنیم، چون کلیسای تو خداوند چشم دنبال کلیسای توست، تو دنبال تک سرایان نیستی، تو دنبال کسایی نیستی که فقط خداوند راه ها و کارهای خودشونو بکنن، و که چشم تو دنبال عروسانی که روزی با همدیگه خداوند سرود بره، سرود ستایش و پرستش رو با همدیگه در پیشگاه تخت پرفیض تو بخوانیم. پس فیض خداوند جاری کن در نام عیسی مسیح. خداوند کلیسا و عروسان و نوبرهای زیبای خداوند، اونایی که از عطر معرفت داماد آکنده هستن، بگن آمین و آمین.